رویاروی دوباره مسی رونالدو، مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، بهترین های یوفا. سلام به کانال همگام با ورزش، خوش آمدید. 32 تیم حاضر در فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا حریفان خود را در مرحله گروهی شناختند. قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا در فصل 2020-2021 مشخص کرد مسی و کریستیانو رونالدو باز هم باید مقابل هم قرار بگیرند. فوق ستاره های با تجربه بارسا و یوونتوس سالها در لالیگا اسپانیا و ال کلاسیکو وقت کریس در ریال مادرید حضور داشت مقابل هم قرار گرفتند و پیش از آن رونالدو با پیراهن منچستر یونایتد مقابل مسی قرار گرفته بود. حالا یوونتوس سومین تیم است که کریس باید همراه آن مقابل لیو بازی کند. پیش از این 35 مرتبه شاهد دوال مسی رونالدو بوده ایم. مسی 16 بازی را برده در حالی که رونالدو در 10 بازی پیروز شده است. نو دیدار که این دو بازیکن در آن حضور داشتند هم مساوی شده است. عدد 22 مقابل تعداد گل‌های لیو به ثبت رسیده و کریس 19 گل زده است. حالا دو مسابقه دیگر بین مسی و رونالدو در پیش است که اولین مرتبه خواهد بود که آنها در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به ملاقات هم می‌روند. قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به شکل متفاوت نسبت به سال‌های گذشته به صورت مجازی برگزار شد. فصل 2020-2021 دو تفاوت بزرگ خواهد داشت که تیم‌ها می‌توانند با دعوت از 23 بازیکن 5 تعویض در هر بازی انجام دهند. همچنین همه بازی ها حداقل اوایل سال 2021 پشت درهای بسته برگزار خواهد شد. یوفا برای سعیت بندی قرعه‌کشی فصل جدید تنها رتبه های تیم در جدول را در نظر گرفته و به همین خاطر بایر مونیخ، سویا، ریال مادرید، یوونتوس، پاریس سن ژرمن، لیورپول و زنیت در سید یک و بارسلونا، اتلتیکو مادرید، منچستر یونایتد، منچستر سیتی، چلسی، دورتموند، آژاکس و شاختار در سید دو قرار گرفتند. گروه بندی لیگ قهرمانان به شکل ذیل است. گروه A: بایر مونیخ، اتلتیکو مادرید، سالزبورگ، لوکوموتیف مسکو. گروه B: ریال مادرید، شاختار، انتر، مونشنگلادباخ. گروه C: پورتو، منچستر سیتی، اولمپیاکوس، اولمپیک مارسی. گروه D: لیورپول، آژاکس، آتالانتا، میتلند، دنمارک. گروه E: سویا، چلسی، گرانسودار، رن. گروه F: زنیت، دورتموند، لازیو، بروخه. گروه G: یوونتوس، بارسلونا، دینامو کیف، فرانس واروسی، مجارستان. گروه H: پاریس سن ژرمن، منچستر یونایتد، لایپزیگ، باشاک شهیر. مرحله گروهی از 20 اکتبر آغاز می شود و تا 9 دسامبر ادامه خواهد داشت. بازی ها هر هفته در دو روز برگزار می شود و تنها در صورت زمان دیدارها تغییر پیدا می کند که تیم ها به بحران کرونا روبرو شوند. آنها حداقل 13 بازیکن و یک دروازه‌بان در اختیار داشته باشند. در غیر این صورت بازی به زمان دیگر موکول می شود. همچنین اگر وضعیت اروپا به شکل شود که انجام بازی ها ممکن نباشد، در برنامه بازی ها تغییر ایجاد خواهد شد. برنامه بازی ها: هفته اول 20-21 اکتبر، هفته دوم 27-28 اکتبر، هفته سوم 3 و 4 نوامبر، هفته چهارم 24-25 نوامبر، هفته پنجم 1 و 2 دسامبر، هفته ششم 8 و 9 دسامبر. در مراسم قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا بهترین های یوفا اعلام شدند که بیشترین سهم برای بایر مونیخ در بخش مردان و لیون در بخش زنان بود. روبرت لیواندوفسکی بهترین بازیکن و هانسی فلیک بهترین سرمربی معرفی شدند. در بخش بانوان این جایزه به هاردر مهاجم چلسی و جان لوک واسور سرمربی لیون رسید. یوفا همچنین بهترین های سال را در پست های مختلف اعلام کرد که مانوئل نویر بهترین دروازه‌بان، کیمیچ بهترین مدافع و لیواندوفسکی بهترین مهاجم از بایر مونیخ انتخاب شدند. دبراین بازیکن منچستر سیتی هم بهترین هافک معرفی شد. در بخش بانوان سارا بوهادی از لیون بهترین دروازه‌بان، لوسی برونز از لیون بهترین مدافع، جنیفر ماروسون از لیون بهترین هافک و هاردر از چلسی بهترین مهاجم انتخاب شدند. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. الان نگهدار.